نقاشی حرفه نیست، یه روش زیستنه. حرفه ها معمولا شما 8 ساعت درگیرشین بعد تمومش میره دیگه. ولی مثلا شعر، تو اگه شاعری همیشه شاعری دیگه، در ارتباطت با یه دوست، با یک زن، با بچهت، با بقال سر کوچه، یه روش جهان بینیه، یه روش ارتباط با دنیاست، یه روش ارتباط با دیگرانه، یک حرفه نیست. در نتیجه وقتی اگه نقاشی، توی گفتگو هم جهانت اونه، اونطوری نگاه میکنی. ببین، جهان پر از چیزهایی است. تو یک چیز نظرتو جلب میکنه، آیا اون چیزه یا تویی که اونو انتخاب میکنی؟ هیچ وقت نمیتونیم اینو بدونیم. یا تصویری تو خیابون داره اتفاق میفته، یا کسی رد میشه نمیبینتش، براش مهم نیست، برای تو مهم میشه. آیا اون تصویر است یا توی، یا ترکیب این دوتاست؟ چرا من باید توی 10-12 سالگی فیلم سینمایی نیمه مبتذل هالیوودی همه زندگی منو تعیین کنه؟ چرا؟ مگه 1000 نفر دیگه اونو ندیدن؟ چرا این اتفاق برای اونا نیفتاد؟ من مجبورم نقاشی کنم و میکنم. به مهم شدن، به معروف شدن، به موفق بودن هیچ وقت فکر نکردم. زن موضوع اول و اصلی کارای منه همیشه، که این زن کوچه و خیابان نیست، یک مفهوم باز اسطوره‌ای داره، ممکنه آناهیتا باشه، ممکنه شیرین باشه که سوار بر اسب. تمام تاریخ هنر رو اگه نگاه بکنی، از اولین الهه های باروری که پیدا میکنی 10,000 سال یا بیشتر تا امروز، اگه همه تاریخ هنر جهان رو نگاه بکنی، شاید چیزی 80% زنه. نمیدونم چرا. نه، تو اگه تمام پیکاسو رو پیدا بگردی، شاید 80% کارش زنه. اگر رنسانس ایتالیا رو نگاه بکنی همینطور، اگه مینیاتور ایران یا نقاشی های دوره قاجاری رو حتی نگاه بکنی. نمیدونم توضیحش چیه واقعا. زن شاید به دلیل زمین بودن، به دلیل زایش، به دلیل حساسیت بیشتر، به نظر من، حتی من باورم این است که زنها درکشون از هنر خیلی گسترده تر از مردهاست، برای اینکه عاطفه گسترده تری دارن. مردها خیلی سختتر ممکنه بتونن با هنر یا با زیبایی های طبیعت ارتباط برقرار کنن، یه ذره زمخترن، ولی زنها نرمترن، راحتترن، حساسترن. بسیاری از آثار نقاشی و مجسمه ایران از راه تعصب ها ویران شده. مقداری که به اسم مینیاتور میشناسیم، که اسم مشکوکیه، دقیقا نمیدونیم یعنی چی، توی کتاب ها مونده و به یک اعتبار باقی مونده، که اونها عمدتا تصویرگری کتاب یا شعر بوده که میشناسیم و میبینیم. هرچند که اگر همه اون اشعار رو از این صفحه ها در بیاریم، ما با یه ساختار زیبایی شناسه بصری بسیار با شکوه روبرو هستیم. این یه رابطه تاریخی است که بین شعر و نقاشی در ایران وجود داشته. یک رابطه دیگه هم بعد توی شمایل کشی ها و قهوه خانه هایی میبینیم دیگه. و اصولا رابطه نقاشی و ادبیات یک رابطه پیچیده است که انکارش نمیشه کرد. اما این که نقاشی تصویرگر ادبیات باشه در دوره‌ای تو ایران بوده که توی دوره مدرن یکسره انکار شده و
به حق کنار گذاشته شده. حالا شما به یک ساختار بصری روبرو هستید، ممکنه حرف دقیقی نباشه، بیشتر نوع تساهل باشه درش. ما معمولا توی انواع هنرها به نمونه هایی برمیخوریم که درش شعری رو دریافت میکنیم. این ممکنه مجسمه باشه، ممکنه نقاشی باشه، ممکنه سینما یا فیلم باشه، که میگیم شاعرانه است. توضیحش آسون نیست که آیا داریم درباره خود شعر حرف میزنیم یا اون مفهومی که شاعرانه است. آنچنان که ممکنه شما یک منظره از طبیعت رو ببینید و بگین منظره شاعرانه ایه. من در خانواده بزرگ شدم که شعر مصرف روزمره زندگی بود. شیراز هم که لازم نیست بهش اشاره کنم که چه خبر بوده. در نتیجه اصولا در کارهای من نوعی رفتار شاعرانه با رنگ و نور و شکل و خط وجود داره. اشخاصی هم نوشتن، حتی مثلا نجف دریابندری یک چیزی که درباره من نوشت غزلهایی با خط و رنگ، یا دیگرانی هم اینو در کارهای من دیدن، نوعی رفتاری که احساس یک شعر رو به شما دست میده یا فرم یا شکلی رو که میبینید نوعی روی این. الزاماً معناش وفاداری به شعر به معنای واژه ها نیست. شعر در تصویر هم اتفاق میفته. یک نقاشی که بسیار دوستش دارم انگلیسیه، دیوید هاکنی، اشاره میکرد یه سری کار کرده که مثلا با این دستگاه عکاسی کرده ولی بعد نقاشی کرده، ولی او یه نقاشه. و ببین ابزار ابزاره، حالا چگونه باهاش چه کار میکنیه که مهمه دیگه. من تو این زمینه ها که با کامپیوتر نقاشی بکنه اینا بیشتر میبره در حد کارهای گرافیک، نه به اون خلوصی که دنیای نقاشی داره. برای اینکه خیلی از اینا حتی عکاسی هم و چیزای از این قبیل ظرفیت‌های تکنولوژیکش قدرتمندتر از اتفاقی است که میفته. برای همین من توی یک مصاحبه گفتم که برای من گرافیک، خط، سینما، عکاسی هنر نیستن. این حرفا عکس خوب و بد داریم، فیلم خوب و بد داریم، ولی عکاسی هنر نیست. مگر نمونه های شما مثلا منره رو میبینید اوائل قرن بیستم، یه قوچی داره، انتخاب زمان، انتخاب نور، رنگ، ترکیب بندی، ظهور، همه با اراده خودش داره انجام میشه. امروز دستگاهی هست که همه این کارها رو برای شما میکنه و جهان پر از عکسه. کی میخواد بگه کدوم بهتره؟ 8 میلیارد آدم تو جهانه. من تصورم این از 1 میلیارد دوربین دست مردم باشه، این 1 میلیارد دوربین روزی 15 تا عکس میگیرن. حالا به من بگین چند تا عکس هر روز در جهان وجود داره. الان این دستگاه اینقدر مصرف آسانی دارن که چه تو خبر، چه توی هر چیز دیگه، هر بچه جوان امروز اگه را بیفته بره تو جاده چالوس 3 تا عکس به شما نشون میده از منظرهای کوه و ابر که بسیار زیباست. کجاست که میخوایم بگیم این اثر هنری این نیست؟ اون بخشی که مربوط به جهان شخصی منه حالم خوبه، اون بخشی که مربوط به جهان بیرونه همیشه امیدوار بودم. من همیشه تو سیاه‌ترین روزها هم من همیشه یه جورایی مثبت دیدم. اینو تو کارام هم مثلا مردم میشناسن. یادم سالای جنگ، بعد از جنگ وقت نمایشگاه منو میدیدن، فضای تنگ و تاریک و سیاه و این حرفا توی نمایشگاه من همیشه براش سوال بود این همه زیبایی و رنگ و خلوت و آرامش از کجاست. ولی جهان بیرون که یک زمانهایی میتونست آدم خیلی امیدوار باشه، مثلا اون سالهای دانشجویی که حرف میزدیم ما فکر میکردیم جهان رو به رستگاری میره، ولی امروز فجایعی رو داریم میبینیم که در تاریخ گاهی بی همتاست، به خصوص که ترکیب شده با یه مفهومی از امکانات کاملا مدرن. در نتیجه چیزایی میتونه آدم رو بترسونه و نسبت به رستگاری آدم تردید ایجاد کنه.
باید تمام هنرها رو بشناسی، باید تاریخ رو بشناسی، باید سلیقه قومی و تاریخی تو بشناسی. اگر نقاشی، باید 10,000 سال تاریخ هنر جهان رو دیده باشی و تو این چشمنداز خودتو ببینی. کسانی که تو این چشمنداز خودشونو میبینن، با 2 لکه روی یه بوم و یه نمایشگاه احساس نبوغ نمی کنن. حریف تاریخ هنر حریف بیش از حد مقتدریه، با تنوعهای بیپایان. همین در جهان موسیقی هست، در همه هنرها. این چشمنداز مهمترین چیزیست که باید یه هنرمند بشناستش تا بتونه جای خود و اندازه خودش رو تو تعریف کنه. چیزی که به ندرت مثلا توی نسل جوان من کم میبینم اینو، خیلی سریع فکر میکنن که مکاشفات بی همتایی کردن و این حرفا، این از که چیزی که هنرمند لازم داره بیش از هر چیز، علارغم توانایی‌هاش در حرفش، اگه نقاش، رنگ، طرح، خط، همه این چیزها، جهان بینیه. هنرمندی که جهان بینی نداره، کوچک و محدود و اینطوری فکر میکنه، راهی به دهیست.